حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. فرشته ها کیست آن که قهرمان شهر ماست، همه وفا و یک دلی، همه محبت و صفاست. کیست آن که در میان سینش دل چه آینش، زشکی از چشمان زرنج یک انسان، چو سایه لرزان به سینه می‌لرزد. او قهرمان شهر ما، قهرمان شهر ما. نجات یک بشر فتد به دامن خطر، میان آه و ناله ها که می نهد به دل اثر، همیشه می برد به سر. چون حماسه حماسه هاست، آری او قهرمان شهر ماست، قهرمان پسه انگار دختره یه بلایی سرش اومده. چی کار داری میکنی داداش؟ من سر کار نمیری، دیرت میشه، باز دختر خوشگل دیدی از خواب بردی؟ چی گفتی؟ دختر خفه. زیاد در میزنی بیشی ترجمه خیلی اخوش ترجمه یعنی فرمونه بگیم یکی طرف شد که اونو بقیم
گفتم بگی بغله. خیلی خوبه. خوبه. همه خوبه. از کمک تو خیلی متشکرم. شما منو از مرگ نجات دادی. آره. اگه شما نرسیده بودی من مرده بودم. بح داداش، شما ببینی دشمن نوره‌ای که اسرائیله تا حالا 100 تا دختر خوشگل هم مرگ نجات داده. تو کم تک چه خام بکن بچه بازوارو کنف کردی. خیلی خب را بیفره. ببخشید من چیکار کنم؟ دیگه چی میخواستین اما؟ تا اینجا شماما بود، بقیشم بگین که سکارتون باستتون درست بکنم. خب به من بگین چطوری؟ خیلی خب دعاشم با اتون میاد. خیلی ممنونم. خدا پس خیلی ممنونم. تون نریم آقا ببخشید چه؟ من برادرتون رو میرسونم خونه. پس مواظب باش در نره. خدا پس شما. خدا پس بیا بالا. چجوره بیام نرده بوم بذارم. میکنم داشتم برسونه به دکتر. بعد وقتی که رمق براشون نمونده نمیتونه سر خوش باشه. پس دوتر بیانش براده. ممنونم متشکرم آقا، قربون دارم، خیلی ممنونم. الان میرسونم به دکتر. بینم چشه؟ نمیدونم دفعه سیامه که سکته میکنه. حالا خونش نیفته گردن منو بعد نه میشه. اگه زود برسونش به دکتر خودش نمیره. همین بغلی بیمارستان دو دقیقه میرسه. ناراحت بیمارستان فایده نداره، فقط دکتر خودش میتونه اینو زندهش کنه. بپیش دست راست. تونتر برو بازم خواستم از چه نفری با نفره بشیم. بپیش دست چپ، بپیش دست راست، دست راست، دست چپ، دست راست، دست چپ، دست راست، دست چپ. دنبالشو میدادم ولی من که کسی رو نمیبینم. بابا اونا حالش دارن جلو ماشین من. به جای این حرفو بهتر اونو برسونمش به دکتر. بفرمایید. ما هرچی بهش میگفتیم یواش داد، انگار نه انگار عین خیالش نبود. دیر میگیری یا در میری؟ آره نامرد تو که داشتی میمردی. بفرمایید. قراره که گوشتی یادت نرا به داشام میگه فردا سر ساعت بیاد اونجا. قربون تو. سب کن ببینم تو اینجا چیکار داری؟ میخوام برم پیش داشام دیگه. مگه رضا اینجا کار میکنه؟ خنگ خدا، کارخونه مال خودشه. چی؟ کارخونه مال خودشه؟ دروغ و دشمن خداست پسر جون. این کارخونه فقط یک صاحب داره، اونم پدر منه. نه ای داده بیداد خیت کاشتیم. جدی میگی؟ آره اصلا
قمپوز به ما نایمده. 1,000,000 دختر تو این شهر عکس زده دختر سابق کارخونه به تور ما خورد. خب اقلک همی بریم تو جلو کارگر و قمپوز بیاد. نه کسی نباید بفهمه، تو اول برو تو بعد من میام. خب باشه، خدافز تا فردا. خدافز. اکه به خشکی شانس. ساماله سلام فز، خیلی تو نرفتی بیمارستان؟ بیمارستان برم چیکار؟ دبورا داداشت منتظره. آخه واسه چی؟ برای اینکه یه نفر زیر گرفته، تلفن کرد تو رو بفرستم اونجا. ای داده بیداد، کدوم بیمارستان؟ سلام علیکم. سلام. 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 بفرمایید تا به آقا خبر بدم شما تشریف. من عادت دارم سرزده وارد اتاق پاپا بشم. چیکارش کنم؟ آشنایتون خوشبختم. فکر میکنم فتنه بتونه جای مرحوم مادرتو بگیره. پیش تو شاید، ولی در قلب من هیچ وقت. آه دخترم، نوشین حق داره، آخه ما در وضع بدی با هم آشنا شدیم. امیدوارم بتونم اعتماد تو رو جلب کنم. زیادم امیدوار نباش. خب دیگه من امیدوارم ناراحت نشده باشه. آه به هیچ وجه، شاید نوشین با تو کار خصوصی داشته باشه. خدافظ نوشین خانم، یادت نره شب منتظرتم. آه خیلی خوب. همین روزا من با اون پیرمرد عروسی میکنم. نه تو نباید این کارو بکنی. به خاطر تامین آینده مجبورم این کارو بکنم چنگیز. ولی فتنه زن خوب و باوفاییه، میتونه این آخر عمری منو اداره بکنه. من به زندگی خصوصی اصلا کاری ندارم، منتها میگم یه خودم به فکر من باش پدر. آخه من دختری تو هستم. آخه تو که چیزی کم نداری دخترم، جوونی، خوشگلی، سالمی. اون چرا هم که خدا بهت نداده من بهت دادم، پول، ثروت، موقعیت. ولی این چیزا برای خوشبختی کافی نیست پدر. آخه میدونین من اصلا تامین جانی ندارم. تابستون گذشته تو آمریکا یه نفر میخواست غرقم کنه، هنوزم وارد اینجا نشدم. ترمز ماشینمو بریدن. این فکر پوچه بنداز دور، تو 15 سال اینجا نبودی پدر. آخه کی ممکنه با تو دشمنی داشته باشه؟ الو. بله خودم هستم. برادرم. بله قربون، یه جوان خدا نشناس زیرش کرد، الانم داره تو بیمارستان عمرش میده به شما. من یه بند خدا، زودتر بیاییم. خدا حافظ شما. چیه؟ چپ چپ نگاه میکنی؟ شناختی؟ بچه ای رو تو برم. حالا اینقدر بشین تا زیر پا دلف سبزشه. چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ رفتم بهش خبر دادم. حالش خوب خانم؟ متاسفم. چی؟ مرد. چی شده داداش؟ بدبختی، بدبختی دیوار کوتاه‌تر از دیوار من پیدا نشد. بفرمایید برین کلانتری. سرکار به خدا من تقصیری نهارم. تو کلانتری این حرفا رو بزن. خب ادامه بدین. بله جناب سروان، من و دوستم سر خیابون وایسیده بودیم، منظر تاکسی بودیم، درسته؟ آره. یه وقت جیپ اون آقا قرار رسید و پیش پامون ترمز کرد، بدون اینکه حرفی بزنیم گفتش بفرم بالا سوارشین، درسته؟ آره. بعدش ما گفتیم تاکسی میخوایم، گفتش چی گفت محمودی؟ دکوده چی گفت؟ گفت ما هم تاکسی هستیم نگه. آره آره درسته درسته، هیچ یادم نبود. بعد من یه چیزی بهش گفتم که حالا یادم نیست. بعد اون یه چیزی به من گفت که گفتش ایشون گفت تاکسی های ولایت شما اینجوریه، اون گفت تاکسی متر نداریم. دلخوری دو تومن بده میره. آره درسته درسته جناب سروان. بعد ما هم سوار شدیم. خلاصه جناب سروان همین که سوار شدیم پاچه گذاشت رو گازو، نمیدونین مثل قرقی رو بجا. جناب سروان دروغگوی ناجنس میکشم. بندتش بیرون. بسیار خوب ادامه بدیم. ما دیگه چیزی نداریم بگیم قربون.
پس بیان زیر اظهاراتتون رو امضا کنید. جش وقتی اومدن بیرون دنبالشون برو ببین با کی تماس میگیرم. هم موازه باش نفهمنا. خیالت تخ باشه داداش، همچی جیمز باندی تحتوی قضیه رو در بیارم که خودت بگه ایفا. خیلی خوب. سلام علیکم جناب سروان. خدا حافظ. قربون شما جناب سروان. خدا حافظ. آقایون میتونم برن. شما بفرمایید. تعقیب میکنه. چایدی بعدش هم نپریزی کردی زو خواهد شدی. الان نشونت میدم. به سگه که باشی برش کن میبریم. یه علف بچه چه کمارو دست انداخته. آی گارسون بفرمی. یه کمی خوراک و عرق بیار زودتر. بجم بینم بچه ها اونجا رو چه میخوای پسر؟ آقای شما بیا عجب من گرفته. یالا بیای. های گارسون. بله. 6 تا 6 تومن 36 تومن 18 تومن میشه 54 تومن. اونم میگیریم به هم 60 تومن میشه 114 تومن. بفرمایید. بیا باقی شما مال خوده. های گارسون بیا اینجا بینی. نه با خدا رو خوش نمیاد شما رو با این حال ولتون کنم بریم. بارو کنم اینم بارو بینی. میترسم آخه تصادف کنی. رضا حالت خوبه؟ فقط 10 دقیقه وقت داری. باش. بیژن همه چیزو برام تعریف کرد. من خیلی متاسفم اگه کمکی از دستم برمیاد. تعارف نکن بگو. نه هیچی کاری از دستی ساخته نیست. من این که خودشون آزادم کنن. رضا تو یه دفعه جون منو از مرگ نجات دادی. درسته که متهم به قتل عموم هستی ولی من که همینجوری دست رو دست نمیذارم بشینم. آخه من به تو مدیونم. فراموش کن. من هیچ انتظار تلافی ملافی نیرم. فکرشم نباش. نه نه اشتباه میکنی، منظورم تلافی نیست. حقیقتش اینه که من تو این چند روز خیلی به تو فکر کردم. بیژن تمام خصوصیت تو رو خنگ که نیستم. خب میفهمم، اما حرفشو نزن دیگه. من تو با هم دیگه جور در نمیایم. از اون گذشته هنوز خیلی زوده. بچه که بودم یه ضرب المثل از عموم یاد گرفتم. میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. راستی ببینم عمو چه جور آدمی بود؟ مقصودم اینه که کی میتونه باش دشمنی داشته باشه؟ نمیدونم راستش، من نمیدونم، اونو درست نمیشناختم. فقط 2 ماهه که اومدم و در این 10 سال اخیر فقط یک دفعه در آمریکا دیدمش. خب اینجام که تیرم به سنگ خورد. راستی بیژن کجاست؟ دم دره. آخه بچه ها رو تو زندان را نمیدم. وقتی جلوشو گرفتن خیلی دکورایشش. آخه میخوای چی کار؟ تو از سرت برش دار. بیا اینم کلا. 1 2 3 4 اینم الباقیش میشه 10 تا. خیرشو ببینید. مطمئن باش من هر طور شده رضایت پدرم رو جلب میکنم که تو از اینجا بیای بیرون. اگه تو این کار رو بکنی منم قول میدم یه روز قاتل عموت گیر بیارم. آزادی تو برای من خیلی مهمتر از پیدا شدن قاتل عمومه. خیلی خب، حالا برو بینیم چیکار میتونه بکنه. به خدا میسپرم. به رئیس زندون بسپرم بابا. عزیزم با اینکه تو تنها فرزند من هستی متاسفانه نمیتونم با این تقاضات موافقت کنم. ولی رضا هیچ تقصیری نداره. چند نفر عمومو جلوی ماشینش هول دادن. اون برام قسم خورد. چی گفتی؟ برات قسم خورد؟ تو اونو کجا دیدی؟ رفتم زندان ملاقاتش. چرا؟ نه نمیتونم. نمیتونم. نمیتونی؟ حالا که نمیتونی از جلوی چشمم گفت. خودتون
بزرگی، تو نباید اینطور باهاش رفتار کنی. میخوام سر به تنش نباشه. او میدونم تو عصبانی هستی که این حرفو میزنی. بیا بریم یه کمی استراحت کن عزیزم. بیا بریم. بریم. خانم چی میخوای؟ امیدوارم منو میبخشید که بدون اجازه وارد اتاقتون شدم. خب بگو چی میخوای بگی؟ من برای اتفاقی که برای رضا افتاد متاسفم. اون کارمند ما بود و من خیلی دوستش داشتم. خب به من چی؟ دلم میخواد به اون کمک کنم. حالا که شما همین منظوره دارید بهتره یه وکیل بگیریم. یعنی فکر میکنی وکیل میتونه کاری انجام بده؟ معلومه. اما یه چیز دیگه، قول میدید که پدرتون رو در جریان نذارید؟ بله، بله. من حتی حاضرم قباله منزلم رو برای قرار آزادش جرا بذارم. آه راستی؟ آه بله. او خدا جون، متشکرم. متشکرم. خیلی مسئلت میخوام، من اینقدر خوشحالم که نمیدونم چی کار میکنم. پس بیاین همین الان بریم پیش وکیل، شما وقت دارید؟ بله، بله. بفرمایید. خیلی متشکرم که به من کمک کردید. وظیفه‌ام بود. خیلی خوشحالم که شما آزاد شدید. راستی وکیلتون منتظرتونه. چنگیز میترسه جاسوسای پدرم اونو ببینه. بعد میسادم گاهگداری احتیاط کنه. آخه میترسم آقای دیباج ناراحت بشه. خب با اجازه. خدا نگهدار. خیلی ممنونم آقا. مرسی. خیلی از پاپا میترسی. خب بیا زودتر بریم پیش وکیل. بریم باشه. منم میرم جیپو میارم. آخه ما ماشین نوشین اومدم. خیلی خب جلو داره بلوکاله میبینم. نوشین دانرا. سلام، خوش اومدین. خانم کجا هستن؟ خانم تو حموم هستن. خوش باشین. من میرم ماشین حاضر کنم. سعی کن هیچ چیزو فراموش نکنی. نه، تمام ماجرا همین بود که گفتم. دیگه چیزی ندارم بگم آقای وکیل. تو چی فکر میکنی محمود؟ قربانیه، به نظر من این دفعه موکل محترم ما که این آقا باشن بالاخونهشون اجاره دادن. چی؟ این حقیقت دوست من. مطمئن باش دادگاه حرفای تو رو قبول نمیکنه. شما چطور؟ شما باور نمیکنی؟ من وکیل تو هم. ناچارم باور کنم. اگه باور نکنم باید به خودم بقبولونم که باور کردم تا بتونم از تو دفاع کنم. اما یه چیزی هست که وادارم میکنه باور نکنم و اون اینه که اون دو نفری که علیه تو شهادت دادن ناپدید شدن. چطور؟ در حقیقت سر مبارک شما رو شیره مالیدن. من اسم و آدرس اونا رو گرفتم و رفتم دنبالشون، اما نتیجه نگرفتم. چه بچ، تنها دلخوشی من اونا بودم. میخواستم وادارشون کنم که حقیقت رو بگن. ناامید نشو، سعی کن پیداشون کنی. تنها راه چاره همینه. ناراحت نشو عزیزم، هنوز خیلی وقت داریم. حالا پاشو بریم ببینیم چی کار میشه کرد. باید مرتبا با هم تماس داشته باشیم. بسیار. خدافظ. 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 فکر میکنم این جوان ریگی به کفشش نباشه. رضا حالا میخوام این چیزا رو فراموش کنی و به حرفام گوش کنی. قول میدی؟ آخه چه قولی راجبه چی؟ این سویچو بگی بشین پشت ماشین. ها بیژن چی؟ گفتم برو بشین پشت ماشین. ای نمیفهمم چی کارم خبر کنم. خب حرکت کن. چی؟ گفتم را بیافت دیگه. بیژن اومد. نگفتم بسه. یادت باشه شخصیت مرد به قولشه. تو مگه به من قول ندادی؟ به این زودی میزنی زیر قولت؟ خنخ برو. بیشتر 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 نظرم این عکس وسیله خوبی برای ما باشه.
آین لاتا رو به جا نمیارم. اول برادریت ثابت کن، بعد ادعای ارث کن. داش آقا خدمت ما ارادت قبلی داره، مگه نایده تا ما رو دید دومش رو تکون داد؟ مواظب حرف زدنت باش بچه، منو عصبانی نکن پسر. این میتونه خیلی چیزا رو برای ما ثابت کنه. مثلا اگه بگیم قبل از کشته شدن عموی نوشین برداشته شده، با یه توضیح مختصری میشه پدرشو قانع کرد که تو معشوقت دست به یکی کردین و عموشو کشتین که نوشین تنها وارث پدرش باشه، و حالا نوشین تو رو آزاد کرده که پدرشو بکشی. چرا شغلت به ما نسبت میدی نالوتی؟ میخوام یر به یر شیم. ما عکسو به پدر دختره نمیدیم، تو هم شاتر دیدی ندیدی؟ کور خونده جنم، من شما رو تو آسمون دنبالتون میگشتم، تو بر بیابون پیداتون کردم. اون عکسم به ذره کوزه آبشو بخور. فهمیدی چی گفتم؟ رضا بیشن شما الان هم اونجا؟ منزل ما؟ اون عاشقش باید رفت دنبالش. برو کم بینم اون عاشقش. هست الله؟ بله قربان. نوشین کجاست؟ قربان صبح زود که رفتن بیرون هنوز بر نگشت. سلام پاپا. سلام و زهر مار. باز دیگه چی شده پاپا؟ از دولا تو برو. چشم برو. گفتم برو بیرون. بگو ببینم این چیه. دروغه، باور کن این دروغه. چی رو دروغه؟ دختره یه دیو. اینش دروغه؟ نه پاپا، این نوشته. این نوشتم به اندازه همین عکس حقیقت داره. بابا من دیگه دختر ندارم. متاسفم، واقعا برات متاسفم. این عکسو یک ساعت انداختن، با اون ریزه رو تهدید کردن که دنبال قضیه رو نگیره. پس معلوم میشه که عکاسم از آدمای پدرم. نه چرا خودشه؟ چرا؟ توی خونه باز یه خبرهای دستگیرمون بشه. آره عجب جای دنجی برای کاراشون انتخاب کردم. ببین چی میکنم، تو همینجور بمون، من میرم تو. تنهایی نرو، خطرناکه. گوش کن، اگه تو یه ساعت دیگه برنگشتم برو به وکیل تلفن بزن. خیلی خودتو خوب باید کنی. مرد خیلی خدا بسید.
نقشه ها رو با مهارت اجرا میکنی همه خیالت هم از اون بابت راحت باشه. خیلی خوب گفتم که خیالت راحت باشه. نه من خودم ترتیب کنم. برش بریم اگه من نبید زود باش نگاه کن یلده ببرین اشتو زود باشین بیان بیان بریم یلده بریم بچه بریم بیژن اونا هنوز اینجا؟ نه داداش هنوز آفتاب بود رفتن برات ناراحت بودم نرفتم دنبالشون بپچم خواهم در بچه بشکم حالی با اون کنی؟ خب داداش چه دی دستگیره شد؟ آره همه شب برکت دست بخته توی دیگه دختره؟ آره دختره بابا. آره بابا آره که آره معشوقش تو این خونه زندگی میکنه منو فقط حالت دست کرده من که باور نمیکنم ولی من باور میکنم ببینم کس مثل تو این خونه نیست؟ نه فکر نمیکنم کسی باشه خیلی خوب را بیفره گاومون زاییده پنج خلو یکی بهم زدی هنو دردش تو تنم مونده ناکن خب تو هم بزن یا که دیگه ازت بکنم آره شیچه هست ببخشی اشتباهی کردم ببخشی من بچه کوهستانم ده بزن دیگه نکشش جن نمیخوامش زنده باشی داش حالا حرف بزن بگو اربابت کجاست همو که تو کشتش فهمیدم پس اینجا منزل عموی نوشینه ولی من اونو نکشتم من اربابمو خیلی دوست داشتم روزی که مرد یه نفر اومد عکس تو رو به من نشون داد گفت این قاتل اربابته امروز به من گفت زندون آزاد شده من تمام شهر رو دنبالت گشتم میخواستم بکشمه ولی ارباب تا جلو ماشین من هل دادن همونا که امروز اینجا بودن امروز که کسی اینجا نبود چرا قاتلین اربابت اینجا بودن منم زندونی کرده بودم میکشمشون بعد از این خونه بیرون نمیرم تا بیان اون وقت کشیشون رو همینجا چلشون کنه ببینیم بابا یارو دیوانه
داداش، خبرای بعد داداش. چی شده؟ یه یارو با دو تا پاسبان اومدن دنبال تو. برای چی؟ برای دستگیری جناب عالی اومدن. باز چطور متی به من زدن؟ تو متهم شدی که دیشب رفتی منزل دیباجو و میخواستی اونو تو خواب کنی. اما من دیشب پیش وکیل بودم. ساعت 11 اومدی، ساعت 11 و نیم هم رفتی. خب ساعت 1 بعد از نصف شب رفتی سراغ یارو دیگه. اما داداشم دیشب هفت شام خواب دیده بود. تو کار بزرگترا دخالت نکن بزغاله. ببینم به تو یه دستبند داده بود، درسته؟ آره، ولی من تو دعوا گمش کردم. گم کردی؟ آره. به همین شلی؟ حالا یادت افتاد که گم شد؟ اما من دیشب هزار جو بدبختی داشتم، هزار جو فکر تو سرم بود. ببینم اگه قیمتی بود. نه، اما واسه تو چرا؟ را بیا پاشو بریم خونه آقای دیباج. این آقایونم که میبینی اومدن ببرنت زندان. اما آقای وکیل ضمانت تو رو کرده که اول بریم خونه دیباج. پس بفرمایید بریم منزل آقای دیباج. بفرمایید. بریم. آقا تو رو خدا نبرینش زندان. بسیار خوب، خیالت راحت باشه، نمیذارم ببرنش زندان. هنوز دستگیرش نکردید؟ چرا؟ تا چند دقیقه دیگه به اینجا میرسم. چرا اینجا؟ مگه منزل من زندانه؟ میخواستم با شما روبرو بشه. چه نتیجه ای داره آقای وکیل؟ فکر میکنی دلم به حالش میسوزه و رضایت میدم؟ نه آقای وکیل. بسیار خوب، بگو باش. من میخوام نتیجه بگیرم که این شخص هر کی هست خوب بلده رد گم کنه. آقای دیباج، دیروز عکسی از رضا و نوشین به در منزل کوبیده و زیر اون نوشته قاتلین. در نتیجه سوء ظن شما رو متوجه رضا و نوشین کرده و یک ساعت بعد اون شخص با یک صحنه سازی دیگه برای رضا این توهمو پیش آورده که قاتل نوشینه. من؟ دختر من؟ اجازه بدید، مجدداً دیشب این وضع پیش آورده که شما با نوشین نسبت به رضا بدبین بشید. نمیفهمم آخه مقصودش چیه؟ مقصودش اینه که شما اصلاً مجال فکر کردن پیدا نکنین و در نتیجه خودش برای همیشه مخفی بمونه. خیال بافی نکنید آقای وکیل، قاتل رضاست، من شک ندارم. بسیار خوب، الان ثابت میشه. شما گفتید که دیشب اول سایه قاتل پشت در دیدید، بعد خودشون، درسته؟ بله همینطوره. اون پرده رو بکشید. خب من عیناً همون صحنه رو برای شما تکرار میکنم. لطفاً بفرمایید اینجا. جناب سروان شما هم بفرمایید اینجا. حالا اونجا رو نگاه کنید. چرا خودشه؟ بیا تو. اسدالله؟ بله، مستخدم شماست. من برای اینکه ثابت کنم همه سایه ها به هم شباهت دارن و از روی سایه نمیشه کسی رو شناخت، از مستخدم شما خواهش کردم که این کار رو انجام بده. متاسفم که به تو بد میشه. آب پرده ها رو بکشید. آقایون ملاحظه فرمودید که آقای دیباج گفتن که اون سایه سایه رضا نبود. درست، رضا نبود، اون بود. زود دستگیرش کنید، بگیریدش. یادت باشه چند بار خواستی برای من تعریف کنی که خدا بیامرز عموتو چجوری جلوی ماشین رضا هل دادن، اما من قبول نکردم. بله درستی. خیلی خوب دخترم، حالا برام تعریف کن. پدرم ببرم.
نمیتونیم، باید نمانده دادستان بیاد. آقا جون، خانم جون، آپارتمان مخصوص شما ساخته شده. نه آقا، نپسندیدی. آقا چرا نپسندیدی؟ اون که اشکال نداره، میتونیم بریم بیرون حموم عمومی. آشپزخونه هم نداره. اونم زیاد مهم نیست خانم جون، همه زن و شوهرها غذاشون بیرون میخورن. اونم مهم نیست، بزنش رو. چرا میذاره خانم جون؟ ما در بچه داریم. ولشون کن برن. بذار برن داداش، ما خونه تو اجاره میکنیم. دست شما درد نکنه آقا جون. نوکرتم. زنده باشی آقا جون. شما چند نفرید؟ ما دو نفریم، من و این. این آپارتمان رو برای شما ساختن. تشریف بیارین ببینین. اگه بچه‌م دارین جای کافی برای همه‌تون هستش. نه داداش، در نه، من میترسم مرغ قفس بپره. اتفاقا این ساختمون قفس خوبه. تشریف بیارین ببینین. من میگشتم به مشتریای مثل شما. من مطمئنم که از این آپارتمان خوشتون میاد. حالا بفرمایید تا اتاق رو یکی یکی خدمتتون معرفی کنم. عرضم به حضورتون. الو، آقای وکیل. این اتاق پذیرایی خیلی بزرگ و جا داره. برای مهمونی‌های بزرگ مناسبه. خیلی متشکرم که پسندیدین. این یکی هم اتاق نشیمنه، میبینین که خیلی با سلیقه ساخته شده. یه حسن دیگه هم داره که خیلی مرتبه، میده بزنین. این هم حموم سرده که... بله، منتظرم آقای بخیر. چشم هسته خیلی میگم. عجب آپارتمان خوبی هم. بفرمیم اتاق پذیرایی رو ببینین. یه مرتبه توضیح دادی کافیه شنیدم. خوشحالم که شنیدین. اگه میخواستم دو دفعه توضیح بدم، شما هم باعث حق دلالی ما رو دو دفعه لیتوال بدین. ببین داداش، ما این آپارتمان رو فقط واسه چند روز میخوایم. روز؟ آره روز، نه ما نه سال. خب چاره چیه؟ بالاخره برای چند روزی هم که شده یکی این آپارتمان رو اجاره کرده. بده ببینم داداشم. قربون دستت. بری که برنگردی. اون در نبند. چرا؟ میترسم مرغ قفس بپره. اون قفس یا این قفس؟ زهر مرده. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. همینجاست. همینه؟ بله. اجازه زنگ بزنم. بله بفرمایید. سلام. 10 دقیقه پیش 3 تا مرد اومدن تو آپارتمان شما، من اونا رو دیدم. من تنها زندگی میکنم. همه همسایه ها اینو میدونن. بله من مطمئنم که اونا وارد این آپارتمان شدن. هنوز این تو هستم، ما مواظب بودیم. به حق چیزای نشنیده. خانم، من نماینده دادستانم، متاسفانه باید منزل رو بگردم. خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. بیایید. دیگه کی باستالاست؟ 2 نفر دیگه هم باش بودن. ببخشید آقا، این مردایی که دنبالشون میگردین جرمشون چیه؟ جنایت خانم. وای چه با کسی نیست قربان. قربان اینجا هم کسی نیست، اونجا هم کسی نیست قربان. خیلی معذرت میخوام خانم. خواهش میکنم. معذرت میخوام چی شدش؟ یا بی جهت خبر دادی یا خیلی دیر. بازم تیرت بسنج. ولی من مطمئنم که اونا همینجا بودن. پس یه چیز دیگه، ماشینشون دم دره. راست بریم ببینیم. راست بگیم. اون یکی ماشین منه و اگه اشتباه نکنم جیپم مال شماست. دیگه دارم دیوونه میشم. خون سردی تو حفظ کن، ناامید نشو. همونطور که گفتی در آپارتمان روبرو مراقبشون باش. منتظر خبرهای جدید هستم. خداحافظ. باشه. بریم ببینیم چطور میشه. ببخشید آقا، این آپارتمان شما اجاره کردی؟ با اجازه شما خانم خوشگله. امیدوارم برای همدیگه همسایه خوبی باشی. من هنرپیشم، اسمم ژیلا. خوشوقتم. من اسمم بیژنه، داداشم آقا رضاست. آقا رضا ایشونه. بله خوشوقتم. میکنم زودتر تشریف بیارین اینجا. بله، مستخدم دیباجو، اون 2 نفری که علیه من شهادت دادن همه شون جمع. چی؟ بله، مطمئنم دارن یه بلایی سر زن همسایه میارن. من مواظبشون هم تا بیان. زودتر بیان. Thank you.
آخه تو چه؟ تو کی هستی؟ تو این چمدون چیه؟ لباسامه، میخوام برم مسافرت. نمیذارم فرار کنی. برم آدم، برم. زود باشید، عجله کنید. از شما چی میخوایید؟ چیه؟ چه خبره؟ جناب سروان نذارید فرار کنید. اون زن همسایه را این کشته، این کشته. زود برید بالا. اون چراغ رو روشن کنید. بلش کن ببینم. بگیرینش. زن همسایه خود من هست. این مرد دیوونه است. دروغ میگه جناب سروان. ببینه از چمدونش داره خون میچکه. خونه رو ببینه. خون؟ نه. من یه هنرپیشم جناب سروان. تو این شیشم هموگلوبینه که درش باز شده و ریخته. دیدید دروغ میگه؟ این مرد دیوونه بلای جون من شده. ترتیبی بدید این ساختمون رو تخلیه کنه. شنیدی؟ من کارم دیر میشه، اجازه میدید برم؟ خواهش میکنم. متشکرم. خدا خب شما برید. من شنیده بودم تو آدم خیال بافی هستی، حالا مطمئن شدم. رضا، متاسفم که میخوام یه خبر بدی بهت بدم. من دیگه نمیتونم به کارم ادامه بدم. از وکالت تو صرف نظر میکنم. امیدوارم که یه وکیل خوب پیدا کنی. نه نه، شما نباس منو تنها بذارید. خیلی متاسفم. ولی بس من تو بد تله گیر کردم. خیلی متاسفم رضا، خدافظ. خدای من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ دیگه تو پلیس هم حرفای رضا رو باور نمیکنه. بیچاره. نمیدونی با چه زحمتی موفق شدم وکیل رو راضی کنم. مگه راضی میشد؟ والا خود من دیشب رفتار اون زن هنر پیشهره که دیدم شک کردم. یه هوی شک کمار که من دیوانم یا این که عاقلم. اما خب شما زنها هم دیگر بهتر میفهمید. بریم ببینیم چی میشه. بیدش رو همینجا. همین ساختمون. این لکای دیوارو بگیر، این سوراخ‌ها رو هم یه کارش بکن. این درم یه رنگ نصف نفت بزن که رنگ نده. خیلی خب، اما دیگه کاری نه با قربونت. خوش اومدی. ببینم این آپارتمان خالی شده. بله، از برکت دیوونه بازیای تو اون خانم خوشگله اون هر پیشه اینجا رو خالی کرد. من چه میدونم؟ این راستی شما ازدواج کردین؟ نه. دو تا اتاق خیلی خوب دارم. دو درازی نخوام از خیلی خوب بچه تو پشم خوهره. اینا که اسباب کشی کرده و رفته. ناراحت نشو، بالاخره موفق میشی. هی این عکسشه. راستی؟ آره. خب شاید با این عکس بتونی پیداش کنی. تنها امیدمونم از بین رفت. ولی چطور؟ تو که گفتی اون هنر پیش از خوب، برو به جاهایی که اینا میرن، شاید بتونی پیداش کنی. خوب فکری. آره آره بیا بریم. دل میبره ناز من، رخت آواز من، خوشگلم شهبرم. دل میبره ناز من، مرخصی. هه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 ه
آفرین. سلام بیژن، حالت چطوره؟ علیکم سلام. با سنگ تموم. بفرمایید. مرسی. پارسال دوست، امسال آشنا، چه عجب این وقت شبیه یاد فقیر فقرا کردیم. بفرمایید. میدونی تو خونه حوصله‌ام سر رفته بود. این روزا خونه ما خیلی سوت و کوره، هیچ کس نیست. بعد از اون اتفاق پدرم همه مستخدما رو بیرون کرد. رضا کجاست؟ بفرما. هیچی، یه هفته است که صبح تا شب داره دنبال اون زن هنرپیشه میگرده. هنوز پیداش نکرده؟ نه، امروز هم مثل پیروز صبح زود رفت دنبالش. بشین الان هر جا باشه پیداش میشه. الو، سلام آقای رئیس. رضا اومده بود اینجا، منو پیدا کرد. منم به دستور شما قاتل رو بهش معرفی کردم، اما با تهدید آدرس منزلمو گرفت. چی؟ همین الان حرکت کرد رفت دنبال قاتل. بله. دوشنبه فردا پرداخت حقوق کارمندان و کارگران کارخانه در خانه از نمایندگی ها و دستور تحویل اجناس جدید کارخانه به آنها. شرکت چنگیز در جلسه تبلیغاتی برای معرفی اجناس جدید کارخانه بعد رفتن چنگیز به نزد وکیل برادر ناکامم برای رسیدگی به اموال منقول و غیر منقول او و ضبط اموال مقتول به نفع قاتل، درسته؟ چی میگی رضا؟ مقصودت چیه؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ هنوز میپرسی چرا اینقدر عصبانی هستم؟ تو که میخواستی برادرتو بکشی چرا تهمتشو به من زدی؟ رضا چی داری میگی؟ مطمئنم که سوء تفاهمی پیش اومده. من این دیگه اشتباه نمیکنم. من مطمئنم که قاتلو گیر آوردم. اگر مقصودت منم، بازم اشتباه میکنی. آخه چطور ممکنه من تنها برادرمو بکشم؟ چه نفعی از این کار میبرم؟ حالا برات توضیح میدم. ناصر برادر ناتانی تو بود، یعنی پسر مادرت از شوهر دومش، درسته؟ بله، ولی چه ربطی به موضوع داره؟ قبل از مرگ مادرتون به آمریکا رفت، ولی تو خبر مرگ مادرتو به اون ندادی. برای اینکه نمیخواستم ناراحتش کنم، میخواستم به تحصیلاتش ادامه بده. بعد از مدتی ناصر به ایران برگشت و خبرو شنید و بین شما شکراب شد. فقط برای اینکه به موقع اون خبر شومو بهش نداده بودم. هم برای اون و هم برای اینکه حاضر نبودی سهم اون از میراث مادری بهش بدی. دروغه! من تمام ثروت مادرمو به اون بخشیدم، چون من خودم احتیاجی به اون پول نداشتم. احتیاجی نداشتم؟ پس چرا وقتی به آمریکا رفت گفت من دیگه برادر ندارم؟ و چرا دو ماه پیش که بی خبر به ایران برگشت به اون وضع فجیع کشته شد؟ میبینی که جوابی نداری بدی. من با اطلاعات کامل پیش تو اومدم. میدونی رضا، باور کن از روز مرگ برادرم تا امروز من هزار بار این سوالا رو برای خودم مطرح کردم، اما نتونستم جواب قانع کننده ای به خودم بدم. تو دروغ میگی. جواب همه سوالا رو داری، همه چیزو میدونی، اما خودتو به نفر نمیذاری. تلاش میکنی تا بتونی راه نجاتی پیدا کنی، اما من نمیذارم. من اعتراف میخوام. من اعتراف میخوام. به زبون خودت همه چیزو بگو، بگم میخوام بردار. کمک، کمک. لعنتی سرش رو راننده. تو میتونی منو بکشی پسر، ولی موفق نمیشی اون چیزی رو که میخوای پیدا کنی. موفق نمیشم. خیلی خب، از رای دیگه ای وارد میشم. همین فردا صبح تمام اطلاعات در مورد تو و همکارانت در اختیار پلیس میذارم. هم دیگه رو میبینیم آخه دیباج. ساعت 11 شد، من دیگه باید برم. اکه کار دنیا رو ببین، هر شب داشتم زود میومد خونه، اما امشب که نامزدش اومد. دست فردا بیژن. راستی به رضا بگو که فردا من و پدرم میریم به شمال. خیلی خوب، اگر شما هم تونستون. شب خیر. راستی یه چیز دیگه. چی میگی بیژن؟ دلخور نشو، اینا رو به عقل داشتم بهت گفتم. آخه هر وقت اون نیست من نمایندشم. شب خیر. خدافظ. به گمشی در شدن چی میکنی؟ این دست بود که چشم گوش وقت دستورات شما رو گوش کردم. دلخور نشو خانم خوشگله. تو بی احتیاطی کردی، آدرس خونه تو دادی به رضا. از وقتی که شما وارد زندگی من شدید همش فرار کرد. خیلی حرف میزنی. یالا از خونه من برید بیرون، وگرنه داد میزنم و همسایه ها رو خبر میکنم. این کار رو نمیکنی. چرا میکنم؟ شما وارد زندگی من شدید همش فرار کرد. خیلی حرف میزنی. یالا از خونه من برید بیرون، وگرنه داد میزنم و همسایه ها رو خبر میکنم. این کار رو نمیکنی. چرا میکنم؟
پاپا؟ 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 هی رضا صبح بخیر آقا بیا تو ماشین من کارت دارم چشم اتفاقا منم با شما کار داشتم میرفتم دفترتون سلام علیکم سلام علیکم چیه تو مگه سلام اضافه داری که میگی سلام سلام خوب به حرف من گوش کن رضا ما الان داره میریم منزل دیباج تو هم باید اونجا حاضر باشی نمیفهمم چه اتفاقی افتاده دیباجو کشتن نه نه اون نجمه یه ضربه تو سرش بنگ با به جا مرده دنگ ایبا من دیشب پیش اون بودم جدی میگی بابا به به حالا دیگه بیا و درستش کن یعنی میخوای میگی من چیزی ندارم بگم تو تعریف کن ببینم دیشب چرا رفتی اونجا اما نتونستم جواب قانع کننده ای به خودم بدم دروغ میگی جواب همه سوالارم داری همه چیزو میدونی اما خودتو به نفر میزنی تلاش میکنی تا بتونی نجاتی پیدا کنی اما من اعتراف میخوام من اعتراف میخوام به زبون خودت همه چیزو بگو وگرنه میکشم بردار کمک کمک سرسدران انداز لعنتی سرسدران انداز میتونی منو بکشی پسر ولی نبار تموم شد ولی فکر میکنم ما رو به هدف نزدیک کرده باشه اینطور نیست؟ سلام آقایون قاتل آدم کش من نه دستگیرش کنید لطفا صبر کنید گفتم دستگیرش کنید وایسا گرگون از اون طرف رفت هم ساعت 6 بهش بزنید چشم دکتر چیه؟ تکون نخورید آقا باید استراحت کنید از اتاق عمل تازه اومدید بیرون اتاق عمل؟ بله حتما میدونید چرا بله میدونم بخشید من کی آورده اینجا؟ یه راننده تاکسی فعلا باید استراحت کنید مواظبشون باشید به پلیس اطلاع دادیم فردا صبح میان ببرنش بیمارستان زندان چشم شماده رفی انگار سرحال نیستی
من تیر خوردم شجا، جایی رو ندارم برم، به تو پناه بردم. خوش اومدی، ما مردم پوستون وقتی یکی بهمون پناه بیاره تا عم داریم غلامشی. باش بریم، باش بریم که تو باید استراحت کنی. باشو علی. کجایی میری؟ دارم میرم نوشینو ببینم. سلام خوشگل خانم. آه سلام بیژن، حالت خوبه؟ کجایی تو؟ من که همه جا هستم، تو پیدات نیست. داشتم خیلی ازت دلخوره. چی؟ نفهمیدم، پدرمو کشته، تازه بازم دلخوره؟ نوشین تو چطور میتونی این حرفو بزنی؟ داشتم قاتل نیست، تو که خوب میشناسیش. خب اگه قاتلون نیست پس قاتل کی؟ هنوز هیچ کس نمیدونه. من اومدم تو رو ببرم پیش رضا، خودش همه چیزو برات میگه. نه بیژن من نمیام. نه تو نمیری، نمیشه، ده پاشو بری. نه من نمیام. بیا دیگه ناز نکن. پس اینکه پسرم تو ماشین بود. همراه من بیای. برو. خوب کلکی بهشون زدیم. آره وای، پلیس داره تعقیبمون میکنه. ای داده بیداد، حالا چیکار کنی؟ با این وزن باید بریم پیش رضا. و کجا؟ نمیدونم. صبر کن. یک فکر خوب. منزل چنگیز پیشکار پدرم سری راهه، میریم اونجا. انگار دیگه کارمون تمومه رئیس. و اینجا نقشه خیلی خوب انجام شده، بعد از اینم باید دقت بیشتری تو کارها بشه. حالا نوبت دخترم. وقتی نوشین از بین بره دیگه کسی از خانواده دیباج باقی نمیمونه و در نتیجه ما خیلی راحت به مقصودمون میرسیم. و این کار باید همین امروز انجام بشه، چون فردا دادگاه غیابی رضا تشکیل میشه و اونو به جرم سه فقر قتل که انجام نداده محکوم به مرگ میکنه. ضمناً من امروز باید برم شمال به ویلای آقای دیباج، رئیس اونجا منتظرم. چی میگی بچه؟ جون شما راست میگم، برید نجاتش بدین، اون آدم کشای پستی هستن، تا حالا چند نفرم کشتن. بیاد پایین، زود باشی. یالا عجله کنیم بچه ها. قربان قربان، پلیسا پلیسا وارد ساختمون شده. بیارزه ها نتونستن از پس یه بچه نیم وجبی بر بیان. یالا عجله کنیم، فرار کنیم. جالبه جاب سر، خبری نیست؟ بله قربان، کسی تو ساختمون نبود. بسیار قربان، همه جا رو گشتیم. این بچه یا دیوونه بوده یا خیلی شیطون. بیاید بریم. بس چه پولیس ها رفتن بپرمایید. یالا تو داشت
اینطوری نشه که. نه. بیبریم. خیلی خوب بچه ها. شما برگردید سرگوشی آب بدید ببینید پلیس ها چیکار کردن. اگه دختره نجات دادن باید همین امشب کلکشو بکنن. اگرم پیداش نکردن بقیه یه دیوار بیارید بالا. منم میرم شما. خیلی خوب برید دیگه. باشه ری. تو مطمئنی نوشین با خودشون بردن؟ آره نوشین حتما تو این خونه هست. جای عجیب غریبیه. شنیدی؟ آره آره. اینا دیده داداشم آدم کشنی؟ آره درسته، فردا دادگاه قیابی تشکیل میشه، تو رو محاکمه میکنم، تو باید چنگیز رو دستگیر کنی. فعلا بهتر از اینجا بریم. کجا؟ شما باید اینجا زنده به گور بشین. یالا بچه ها چیزی خورد تو سرت؟ دست بگیر. کل نتونستی من پسشون بر بیا. یارو رفته شمال دنبال رئیس. ما چی کار کنی؟ شما برید دنبالش، من کارا رو رو برام میکنم و بعدا میام پیشت. خیلی خوب باشه. خیلی خوب، وقت رو تلف نکنیم. را بیافتین، یالا. الو
کجا میره؟ برگردیم بچه ها. بشین باشه رو بال بدین زود باشین. چه سر هزار چم چنون پیچید جلام که پاره گوشتم رو ترمز خلاصه با هزار مکافات بغلش رد کرد. عجب این برخطایی بیدم. بفرما نوشه جان. بفرما دیگه قربونشم. داشت بفرما یه لقمه بزن با قربونت برم. یه گرفتاری واسم پیش اومده که حال خودم نیستم. به صاحب کامیون بگین یه تاک با میرم سر این پیچ و فلفار برمیگردم. زود یعنی برمیگردم. باز ببینم صاحب کامیون خود منم کجده دیبینه ناکس. باز ببینم باز بده بچه ها بالا و توش رو ببینین زود باشین معطل نکنیم اینم حتما رفته تو دره بیای اونجا رو خوب بگردیم داشت قربون دسته همینه میگرده بیدیم بیدم برای سرش نیورده باشه این ناکس چطوری نارو کوفته اون کرد بر پدرت لعنت خواب میگفتی خودم میرسوندم دیگه چرا مر تو بیامون حلاف کردی محمود صدا کن بیاد چشم خیلی خوب حالا دیگه از خانواده دیباش کسی باقی نمونده به جز من به جز تو؟ آره مثل اینکه انتظار شنیدن این حرفو نداشتی ولی درسته چون من زنش هستم و تنها به یه دلیل نمیتونستم این موضوع رو افشا کنم اونم وجود نوشین بود پس تو تنها وارث ثروت دیباجی امیدوارم قولی که داده بودی فراموش نکرده باشی درباره این موضوع بعداً مفصلاً صحبت میکنیم من فعلاً خیلی ناراحت هستم و برای نشون دادن مدارکم باید به تهران و به دادگاه برم تو هم همینجا بمون تا من برگردم البته من سعی میکنم زیاد در انتظار نذارم اینطور بهتر نیست که اول تاریخ ازدواجمون رو معین کنیم تو اینجوری میخوای؟ آره تاریخ ازدواج 4 ماه بعد از این تاریخ منو پرویز چطوره؟ ولی تو به من قول ازدواج دادی و من به خاطر تو دستای خودم به خون 4 تا بیگانه ها آلوده کردم بله البته اما من چطور میتونم زن یه جنایتکار باشم؟ از کجا معلومه که نفر پنجم خود من نباشه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ من هر کاری کردم به دستور تو کردم اوه راست میگی اما تو مدرک علیه من نداری ولی من مدرک کافی علیه تو دارم تاریخ ازدوار 4 ماه بعد از این تاریخ منو پرویز چطوره؟ ولی تو به من قول ازدواج دادی و من به خاطر تو دستای خودم به خونه 4 تا بیگانه ها آلوده کردم بله البته حالا فقط برای تو 2 راه مونده یا صدات در نیاد یا بری بالای دار بلانتی میکشمت Oh!
بکنید ببرید تو کلبه زندانیش کنید تا سر فرصت حسابشو برسید. ها دیگه خیالت راحت باشه. باز رئیس میذاشه اوراقش میکرد. آره با تو موافقم. خب بریم یه گیلاس بزنیم یه ریز حال. سلام بچه. سلام. درسته که تا حالا چنگیز به شما دست داده، ولی برای شما نباید فرق کنید. هر کسی به شما پول میده اون ارباب. درسته؟ چرا قربون؟ ارباب ما پوله. درسته بچه؟ درسته. خیلی خوب گوش کنید، من بیشتر به شما پول میدم، پس از این به بعد برای من کار کنید. باشه قربون، ما فقط واسه شما کار میکنیم. درسته بچه؟ درسته. خب بریم سراغ چنگیز. شما باید کارشو یه سره کنید. را بیافتید. بریم. ببینم اون دیگه کیه. بگیریدش. چنگیزم بخشه. باش ببینم. برگردیم با ماشین بریم بچه. یالا. برو تو. برو تو. دادگاه رسمی است. منشی کیفرخواست را قرائت کند. به نام خدا، به موجب ادعانامه دادستان محترم دادگاه در مورد اتهامات آقای یزدانشناس فرزند عبدالله متهم به سه فقره قتل عمد به شرح ذیل: اول قتل عمد مرحوم ناصر دیباج، دوم قتل عمد مرحوم دیباج بزرگ، سوم قتل عمد خانم مرحومه معصومه مرغازیان مشهور به جیلا. گاز بده تونتر برو، نبوسه چنگ اون درده. چرا قربان؟ چند سوال مختصر دارم. خانم، اگه فراموش نکرده باشم، شما گفتید چند ماه پیش با آقای دیباج ازدواج کردین، درسته؟ بله آقا. ممکنه بپرسم تا حالا کجا بودی؟ من که یه دفعه بهتون گفتم رفته بودم شمال، قرار بود شوهرم و دخترشم بیام. نیومدن؟ نه خیر نیومدن. شما از غیبت اونا ناراحت نشدید؟ اوه خیلی، مرتباً با کارخونش تماس میگرفتم. چنگیز معاونش همیشه به من میگفت که نیست یا اینکه گرفتاره. از این خبرم تا دیروز بی اطلاع بود. چه این خبر به شما داد؟ چنگیز. پهلوی شما اومد؟ بله اومد، این خبر رو داد و رفت. متشکرم. من نمیذارم تو منو ببری دادگاه. نه
شنیدید آقای رئیس؟ چنگیز میخواسته نوشین آخرین فرد باقی مانده از خانواده دیباج رو زنده به گور کنه و این چنگیز همون شخصیه که به شمال رفته و با خانم دیباج تماس گرفته. آقای وکیل، از این صحبت چه نتیجه میخواید بگیرید؟ میخوام نتیجه بگیرم که این جنایات به دست چنگیز انجام گرفته و شاید خانم دیباج هم از کارهای او اطلاع داشته. چون متهم با فرار خود از چنگ قانون اتهامات وارده را ثابت کرده و خود را گناهکار می داند، لذا دادگاه متهم را قیاباً محکوم به اعدام می نماید. نه اینطور نیست. من قاتل نیستم. قاتل این شخصی که با این سر وضع آراستش همه را طول می زنه. بفرمین الان جلو چش شماست. خودتون رو معرفی کنید. چنگیز والی. خب ادامه بدید. چه حرفی دارید بزنید؟ اون درست میگه قربان، قاتل من هستم، اما محرک اصلی شخص دیگه ایه. نفهمیدم، گفتید شخص دیگه اینجا حضور داره؟ بله قربان. به دادگاه معرفیش کنید. اونه، فرار کرد قربان. واحد گشتی 14 به مرکز. واحد گشتی 14 صداشو شنیدم. ما در تعقیب دو اتومبیل مظنونی هستیم که به طرف کرج میرن. مشخصات اتومبیل ها ام جی قرمز کروکی شماره 9713 و بنز آلبولیوی 4144. بدی آبود حد شد تایی درد چی؟ چی آبود؟ نارد دیگه همه چی؟ خیلی وحشت داری بیشاری آخه نونت نبود، آبت نبود، آدم کشی چی بود؟ کجا داری فرار میکنی؟ زیر قله خواب هم برین گیرتون میارم، فکر کردیم این سادگی ها میتونین از جنگ ها دری؟ عجب بی معرفت هایی هم بوده ایم اونه هاش جام سر داره می سوزه باید جریانم به دادگاه گزارش کنم.